تو این درس قراره در مورد determiners و یا همون مشخص کننده ها و یا تعیین کننده ها با حرف بزنم چند تا از پرکاربور رو برات ناوردم all, most, half, some و none قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بذارین اینجوری بهتون توضیح بدم که این کلمات چیا هستن بچه ما تو زبان فارسی داریم میگیم همه دوستان من نصف دوستای من بیشتر دوستای من یا مثلا میگیم هیچ کدوم از دوستای من اوکی؟ این کلمات در واقع دارن مشخص میکنن چه تعداد از چه چیزی وجود داره یا وجود نداره یا چه اتفاقی براشون افتاده دارن مشخص میکنن دیگه به خاطر همین به این کلمات میگیم determiners یا تعیین کننده و یا مشخص کننده all میشه همه most میشه بیشتره بخش اعظمی half نصف یا نیمی از چیزهایی سام بعضی از چیزها و نان میشه هیچ کدوم صفر درصد اوکی؟ بریم شروع کنیم با all که به معنی همه هستش همه یک چیزی کل یک چیزی اوکی؟ به عنوان مثال جمله اول میگه که All my friends are out of town All my friends are out of town همه دوستای من خارج از شهر هستن خارج شهر هستن اوکی؟ All my friends همه دوستای من بچه ها داره مشخص میکنه چه تعداد از دوستاش اوکی؟ همشون جمله دومیه که All tickets cost 25 pounds All tickets cost 25 pounds همه بلیت ها 25 پوند قیمتشون هستش قیمت کلیشون 25 پوند میشه و جمله سوم که میگه All information about the new product is confidential All information about the new product is confidential بچه اینجا رو دقت کنید All information به خاطر اینکه کلمه information یک اسم غیر قابل جمع هستش براش میایم از فعل is استفاده میکنیم به جای are اوکی؟ میگیم all information is all information is all information about the new product is confidential همه اطلاعات درباره محصول جدید محرمانه و سری جمله چهارم که میگه all the eggs got broken all the eggs got broken همه تخم مرغا شکستند همه تخم مرغا شکستند جمله پنجم All tickets are sold out All tickets are sold out بچه به خاطر اینکه کلمه تیکت یک اسم قابل جمع هستش یعنی میتونیم بگیم tickets همونجوری که تو جمله پنجم میبینین میایم براش از فعل آر استفاده میکنیم میگیم all tickets are sold out همه بلیت ها فروخته شدن و جمله ششم که میگه All children love stories All children love stories همه بچه ها عاشق داستانن یا داستان رو دوست دارن عاشق داستانن بچه نمیگیم All the children love stories از آرتیکلی لازم نیست که استفاده کنیم نیازی بهشون نداریم میگیم All children love stories این رو هم حتما یادتون باشه بچا قبل از اینکه بریم سر وقت ادامه درس این رو بهتون بگم که ساخت چنین ویدئوهای آموزشی از من زمان میبره پیدا کردن جملات و این کلمات ساخت همچین اسلایت هایی ادیت کردنشون و بقیه کارها تنها چیزی که در قبالش ازتون میخوام اینه که این ویدیو رو لایک کنین با دوستاتون به اشتراک بذارین و برام کامنت بذارین ممنون میشم اگه این کارها رو برام انجام بدین و اگه از قبل سابسکرایب نکردین حتما حتما عضو تا بعدی رو از دست ندین بریم سر وقت ادامه درس most تعداد زیادی از یا بیشتره جمله اول میگه که she plays tennis most mornings she plays tennis most mornings یعنی بیشتر صبح، بیشتر صبح اون تنیس بازی میکنه جمله دوم میگه که most tap water is drinkable most tap water is drinkable آب بیشتر شیرها قابل شرب هستش یا میشه ازشون نوشید جمله سوم most students would like to take a year off from studies to travel most students would like to take a year off from studies to travel میگه که بیشتر دانش آموزا مایلن که یک سال در واقع تعطیلات بگیرن تعطیلات داشته باشن تا به دور از درس خوندن به سفر و تفریح بپردازن تو travel جمله چهارم میگه که شارن said most food sold in supermarkets contains preservatives preservatives میگه که بچه شارون شارون اسم یک خانوم هستش میگه که شارون میگه که بیشتر غذاهایی که توی سوپرمارکت ها فروخته میشه دارای نگهدارنده هستن دارای مواد نگهدارنده هستن بچه بچا میشه مواد نگهدارنده هاف هاف میشه نصف یا نیمی از چیزهایی جمله اول میگه که half the people have already left half the people half the people بچه ها نگاه کنید ال رو تلفظ نمی کنیم میگیم half half the people have already left نصف مردم نصف افراد همین الانش هم اینجا رو ترک کردن تا الانش اینجا رو ترک کردن جمله دومیه که half of an apple isn't very much lunch half of an apple isn't very much lunch یعنی معنی ساده جمله میشه این که نصف یک سیب رو نمیتونی به عنوان نهار استفاده کنی یعنی چیزی نیست که به عنوان یه نهار حساب بشه اوکی؟ زیاد سیرت نمیکنه غذا نیست که بتونی به عنوان نهار در نظرش بگیری یه همچین معنی داره جمله سوم میگه که half of us are going half of us are going نیمی از ما داریم میریم نیمی از ما داریم رای میشیم داریم میریم جمله چهارم که میگه I'll see you in half an hour I'll see you in half an hour نیم ساعت دیگه تو را خواهم دید نیم ساعت دیگه میبینمت سام سام بچه ها سام یه نکته ریزی داره بهتون میگم پس من دقت کنید اما قبل از اون به عنوان یک دیترمینر یا تعیین کننده به معنی بخشی و یا بعضی هستش همونجوری که قبل تر گفتم مثل Some people find this more difficult than others Some people find this more difficult than others بعضی از افراد نسبت به دیگران فکر می کنند که این کار سخته جمله دوم Some people never seem to put on weight while others are always on a diet. Some people never seem to put on weight while others are always on a diet. میگه که بچه بعضی از افراد برخی از افراد به نظر میرسه که هیچ وقت وزن اضافه نمی کنن. To put on weight یعنی وزن اضافه کردن چاق تر شدن while در حالی که بقیه افراد همیشه تو رژیمن به نظر میرسه که بعضی از افراد هیچ وقت وزن اضافه نمی کنن در حالی که بعضی از افراد همیشه تو رژیمن حالا بریم سر وقت اون نکته بچه ها some به معنی one person هم میتونه باشه به عنوان مثال some idiots lock the door some idiot has locked the door هستش بچه ها میگه که یه احمقی یه کل یه کودنی در و قفل کرده در و قفل کرده اینجا some به معنی یکی هستش یه احمقی جمله دوم میگه که some lucky person will win more than one million dollars in the competition some lucky person will win more than one million dollars in the competition یک فرد خوششانس در این مسابقه بالای یک میلیون دلار برنده خواهد شد و آخرین دترمینری که میخوام بهتون یاد بدم نان نان هیچ کدام هیچ یک جمله اول رو دقت کنید بچه ها میگه که none of my children has blonde hair یا میتونید بگی none of my children have blonde hair has یا have فرقی نمیکنه اینجا بچه ها از هر کدوم که دوست داشتین میتونین استفاده کنید جمله دوم میه که none of my children has blue eyes اینجا هم همونطوره با بچه ها میتونین بگین none of my children have blue eyes یعنی هیچ کدوم از بچه های من چشم آبی ندارن چشماشون آبی رنگ نیست معنی جمله اول میشه این که هیچ کدوم از بچه های من موی بلند ندارن موی مثلا تلایی اما بلند ندارن جمله سوم: None, None of his old friends knew what had happened to him None of his old friends knew what had happened to him هیچ کدوم از دوستای قدیمیش این رو نمیدونستن که چه بلایی سر اون اومده بود چه اتفاقی براش افتاده بود و یه مکالمه کوتاه داریم ای میگه که Is there any more orange juice? Is there any more orange juice? بی میگه که I'm sorry, there is none left I'm sorry, there is none left There is none left برای زمانهایی میتونی استفاده کنی که میخوایم بگین چیزی ازش باقی نمونده تکشیده یا تموم شده اینجا این پرسه که آیا آپورتغال باقی مونده آیا پرتغال باقی مونده بی میگه که متاسفانه هیچی ازش باقی نمونده خب دوستان این بود از درس امروز الان متوجه این قضیه شدیم که چجوری میتونیم از all, none, some, half و most استفاده کنیم اگه جملات بیشتری دارین میتونیم پایین تو کامنت ها بنویسین یا اگه جملات بیشتری احتیاج دارین میتونید وارد دیکشنری های آنلاین بشین و اونجا جملات بیشتری پیدا کنین اگه دوست دارین که جزء اولین نفراتی باشین که ویدیوهای آموزشی آینده رو تماشا میکنید حتما حتما عضو کانال من بشین این ویدیو رو لایک کنین با به اشتراک بذارین و برام کامنت بذارین بدرود